سلام شاگردای عزیز، استاد سلطانی هستم از مکتب رویای بزرگ. مضمون دری شما و درس چهارم مضمون دری سنف سوم خوش آمدیم. البته میفهمید کتابی که میخوانیم از معارف افغانستان است. شاگردای عزیز، درس قبلی شما بهار و دهقان بود. شعر جالب بود، شعرک بسیار دلچسب بود. لغات درس حتما در خانه حفظ کردین و شعرام نوشته کردین، کارکای خانگیتان انجام دادین. امیدوارم که از درس استفاده خوب کرده باشین. درس امروز را که ما شما شروع میکنیم، در درس حتما در کتابایتان میبینین یک موتر است و کنار سرک حتما یک شاگرد است یا ای که محصل است، معلوم نیست، یک بچگک است. کتابایش یعنی افتاده هر طرف، خودشام تصادف کرده یا اکسیدن کرده. خب حتما از عدم یا از ای که توجه نکرده، بی‌احتیاطی کرده شاگردای عزیز که با موتر برخورد کرده یا تصادم کرده، یا ای که راننده بی‌توجهی کرده، یا می پسرکی که در سرک افتاده، شما میبینین در تصویر کتابتان. پس چه خوب است که ما شما هر موضوع را باید در اون معلومات داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، تا ای که با چنین حادثات دلخراش و بد روبرو نشیم. و می خاطر شاگردای عزیز، عنوان درسی که امروز می خوانیم احتیاط از حوادث ترافیکی. حوادث جمع حادثه میشه. چطور احتیاط کنیم تا از حادثه های ترافیکی یا از حوادث ترافیکی جلوگیری کنیم؟ درس امروز ما هدفش از شاگردای عزیز که متن درس را بخوانین، بنویسین، طریقه محافظت از حوادث ترافیکی را بدانین و کلمه های جدید را در متن نشان دهید یا نشان دهند شاگردا. خب شاگردای گل، در تصویر قسمی که پیشترم به شما گفتم، کدام یک از شما میتونید چیز خوبتر و خوبتر به ذهنتان بیاید و بگوین؟ حتما هر کدام شما یک تصویر یا یک حادثه را دیدین که در ذهن شما میآید، که یا اگر ندیدین بازم کوشش میکنین که احتیاط کنین تا ای که با این شکل تصویری که در کتاب میبینین روبرو نشین. حادثه ترافیکی است شاگردای عزیز که حتما شما را خداوند در حفظ امان خود میداشته باشد، چون شما طفلای پاکی هستین و در زم احتیاط میکنین. از این درس شما چیزی را که میاموزین بیشتر و بیشتر احتیاط میکنین تا بایی همچو حادثه روبرو نشین. چطور حوادث ترافیک به وجود میآید؟ خب از عدم بیتوجهی یا راننده یا عابر یا کسی که از سرک تیر میشه. درسته شاگردای عزیز؟ پلیس ترافیک چی وظیفه را انجام میدهد؟ کی میتونه چیزی بگوید؟ پلیس ترافیک بخصوص شما اگر متوجه باشید در کنار سرک استاده است. زمانی که موترها زیاد یعنی میباشه، او کنترل میکنه تا ای که کدام موتر چطور تیر شوه، عابرین یا پیاده رو. بخصوص در نزد مکاتب که بیشتر ترافیک های استاد می باشه، شاگردها را کمک میکنه پلیس ترافیک که موترها را توقف بده. اگر از علامه ترافیکی هم که عموما می باشه در چهارراه ها یا در نزدیک مکاتب، بعضن یعنی مکاتب هست که در چهارراه موقعیت نداره یا چراغ ترافیکی در اوج وجود نداره، بخصوص در افغانستان. پس وظیفه پلیس ترافیکی است که کنترل امو سرک یا امو مکانی که می باشه به عهده داره تا ای که اکسیدن یا تصادم رخ نده. به می خاطر شاگردای عزیز، ما شما درس هم می خونیم، ببینیم چطور از حوادث ترافیکی جلوگیری کنیم و تا ای که به همچو حادثه دلخراش روبرو نشیم. شروع میکنیم. آماده هستین شاگردای عزیز؟
شهر ما کلان است، در شهر سرک‌ها، پیاده‌روها، بازارها و دکان‌ها وجود دارند. در سرک‌ها موتر، کراچی، بایسکل و گادی رفت و آمد می‌کنند. ما زمانی که به بازارها و سرک‌ها می‌رویم، خوب متوجه باشیم که از پیاده‌رو استفاده کنیم تا با تصادم موتر، گادی و کراچی یا بایسکل روبرو نشویم. ما می‌دانیم اگر کسی را موتر بزند یا دو موتر با هم تصادم کند، هر دو حادثه ترافیکی است. فهمیدین شاگرد عزیز؟ حادثه ترافیکی چی را میگن؟ یعنی اگر کسی را موتر بزنه یا دو تا موتر با هم تصادم کنه، اونمو را چی میگن؟ حادثه ترافیکی میگن. باید ما سخنان پلیس ترافیک را بشنویم و به آن عمل کنیم. در جایی که پلیس ترافیک نیست، از اشاره های ترافیکی که در پهلوی سرک وجود دارد استفاده نماییم. چرا دیده شده است کسانی که اشاره ها را مراعات نکرده اند با موتر و یا بایسکل تصادف نموده زخمی شده اند و یا جان خود را به کلی از دست داده اند؟ به کلی یعنی کاملا. شاگردای عزیز، باید بسیار احتیاط کنیم و قواعد ترافیکی را مراعات نماییم، چرا که بی احتیاطی سبب از بین رفتن انسان می شود. خب شاگردای عزیز، فعالیت شاگردان در چوکات نوشته کرده، شما همه کتاب دارین در خانه، فعالیت هایی که انجام می تین از روی امی چوکات گفته شاگردان متن بخوانند، کلمه های جدید را در متن نشان دهند و در کتابچه های خود بنویسند. به صورت گروپی درباره حوادث ترافیکی با هم صحبت و مذاکره کنند و یکی از هر گروپ نتیجه را به دیگران بگوید. شاگردان عزیز، چون مکتب رویایی است، بیشتر شاگردها حضور ندارند در صنف، ورنه صنف به گروپ های منظم 5 نفری تقسیم میکنیم و عموما در مکاتب همی شکل، یعنی حضور که دارن یا حاضر هستن در گروپ ها تقسیم میشن و درس ها را در گروپ ها با هم چی میکنن؟ گفتگو میکنن، بحث میکنن و نظرات خود در جملاتی که به سوی خود همو شاگرده که درس خواندن مینویسن، یا بعضی هم حادثه ترافیکی را که دیدن در امو گروه برای همسینفی های خود توضیح میده و او را در امو گروه خود نوشته میکنن. یک حادثه ترافیکی را تمثیل کنن، مثلا در یک صنف شما که اگر حضور داشته باشین حتما تمثیل میکنین و دیگه شاگردای دوستکایتان میگین که چطور شما جلوگیری کنین تا حادثه ترافیکی رخ نده. به او خاطر یک پارچگک تمثیلی در سرسن با همسینفیتان کار میکنیم. خب شاگردای عزیز، از درس حتما استفاده خوب کردیم و کارخانگی شمایی است که چند وسیله ترافیکی در کتابچه خود می نویسیم. به خاطر که بهتر آشنا شویم، ما اینجا چراغای ترافیکی بر شما و معرفی میگیریم که 3 رنگ چراغ و شما میگم که چطور چی رنگایی داره. آماده هستین شاگردای عزیز؟ خب شاگردای عزیز، چراغ های ترافیکی را ببینین 3 رنگ نشستن.
علامت ها رو میگه نشان داده شاگرد عزیز، علامت سرخ، زرد یا نارنجی بعضی جایا میباشه نه، و دیگه ای که سبز است. علامت سرخ علامت چی است؟ توقف یا استاده شدن است. و علامت نارنجی یا مزرد که است، برای احتیاط است، یعنی احتیاط میکنین در حالت چی آماده باش میباشین. و علامت سبز علامت چی است؟ حرکت است، که حرکت میکنن. البته کسانی که در داخل موتر هستن، شاگردای عزیز، کسی که موتر داره متوجه میباشن که یعنی هر کسی، مثلا پدر جان شما اگر با خود شما انشالله که بزرگ شدین باز رانندگی کردین، با این علامت ها آشنایی پیدا کنین در ابتدا، بعد از او باز میتونین درست یعنی رانندگی کنین که کدام با حادثه ترافیکی روبرو نشوین. شاگردای عزیز، امیدوارم از درس لذت برده باشین. لغات درس هم با هم میخونیم. شاگردای عزیز، چراغ‌های ترافیکی ره سه رنگ داره: سرخ، نارنجی یا زرد و سبز است. قسمی که می‌بینید علامت سرخ برای توقف است، علامت نارنجی یا زردش برای احتیاط است و علامت سبزش برای حرکت است. که حتما شما در موتر میشینین با پدر جان، مادر جان یا بزرگای فامیل، اونا که رانندگی میکنه با این علامت ها آشنایی دارین و اونا که در موتر نشستن ببینن چی موقع توقف میکنن، چی موقع حرکت میکنن. شما بیشتر و بیشتر دقت کنین و ببینین. و مو خاطر یک تصویر اکدگی هم داریم که بازم ایره با هم میبینیم. شاگردای عزیز، چراغای ترافیکی، بازم میبینین شاگردای عزیز، چراغ سرخ منتظر یا توقف است و چراغ سبز گذشتن از سرک است. به تصویر میبینین شما؟ حتما شما من بعد اگر کسایی که نمیفهمید از سرک چی وقت که چراغ ترافیک میباشه، خب تنها میفهمم که نمیرین، حتما همراه پدر جان، مادر جان یا بزرگا یا بعض موقع لازم است که تنها هم برین. باید دقت کنین به علامه ها یا چراغ های ترافیکی. لغات درس با هم میبینیم با معنیش. لغات معنی جملات: مقام، جای و منزلت، مقدار، اندازه، والدین، پدر و مادر، آداب، جمع ادب. شاگردای عزیز، لغات و جمله های مناسب و با پرمعنی استفاده میکنین. کار خانگی تانی نمی است که شما به جملات مناسبی رو به کار ببرین و در مورد علامت های ترافیکی بیشتر معلومات داشته باشین و حفظ کنین تا ای که در آینده ها به کدام مشکل بر نخورین که مکتب میرین. شما رو به خدا میسپارم. تا جلسه بعدی مواظبتان باشین. خدا حافظ شما شاگردان عزیز.